ولی مخالف که ماشاءالله خیلی صحبت کرد. چی صحبت کرد؟ نه خیر، 8 نفر مخالف صحبت کرده، این اونم مکرم. چی صحبت کرد؟ بفرمایید. و این آخرین نفری که صحبت می‌کنه و به رأی می‌ذاریم. نه، این مسئله که من می‌خوام بدم روشن نشد. یه مطلب جدیدیه. بعد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پس یه مسئله روشن شد که مجلس دادگاه نیست، بلکه نوعی رسیدگی میکنه. رسیدگی هم چرا میکنه؟ برای اینکه نخست وزیر و وزرا در برابر مجلس مسئولند، این یک جهت. جهت دیگه اینکه نخست وزیر و وزرا متعلق به مردم هستند و در واقع کارشون و اشتغالشون، مسئولیتشون حقی است مال عموم مردم. اگه بخواد هر روز دادگاه او رو بکشن به دادگاه بدون اون که مجلس که نمایندگان مردم هستند رسیدگی به این کار کرده باشند، در واقع تضییع حق مردم هست. بنابراین در وقتی که متهم میشد، چون مسئولیت اجتماعی در برابر مردم داره، خوبه که نمایندگان مردم هم به این مسئله رسیدگی بکنند که آیا صلاحیت تعقیب داره این اتهام یا نداره، و دادگاه هم نیست. و اما مسئله استیضاح رو پاسخش اینه که استیضاح در موردی هست که نمایندگان مجلس یا همشون یا چند تاشون، 10 تاشون حداقل، تشخیص بدن که وزیر یا نخست وزیر تخلف از اجرای وظایف قانونیش کرده، ولذا ازش سوال میکنن که چرا فرون کار رو نکردی، چرا فرون خیانت رو کردی. این غیر از این هست که به انواع خیانت ها و توطئه ها به طور کلی ممکن است از طرف فردی یا گروهایی یا حزبی متهم بشه. ممکن است مجلس خودش نخواد در برابر تخلف یک، یعنی تشخیص نده این که کسی تخلف قانونی کرده و مستقیم ابداع این کار از طرف مجلس نباشه که به استیضاح بکشه. دیگران متهم کردن، مجلس رسیدگی میکنه ببینه اتهام وارد هست، قابل تعقیب هست یا نه. همیشه زمینه استیضاح نیست. من حالا بقیهشو عرض میکنم. چشم. بله؟ ارتباط قضایی ندارین حرفش. در ببینید مسئله استیضاح در موردی هست که نخست وزیر یا وزرا هرچی برخلاف مسائل مملکت باشه، یعنی مجلس به طریق اولاستیگا اگر خود مجلس متهم بکنه خلاف دیگه به طریق اولاستی. اجازه بدید ما در مورد اصل مجلس متهم بکنن جواب چی میشه؟ در اصلی که مربوط به استیضاح بود گفته شده بود که حداقل 10 نفر نمایندگان مجلس تشخیص بدن بر این که تخلف قانونی از وظایفش کرده، و لذا مجلس بخواد وزیر یا نخست وزیر رو به تخلف از وظایف قانونی نیست. میخوام بگم که ممکن است کسی، اجازه بفرمایید، همیشه مجلس متهم نمیکنه، در استیضاح مجلس متهم میکنه. اجازه بفرمایید با اینکه من تکمیل بکنم، مثل اینکه ببینید مسئله اینه، نخست وزیر و وزرا را مجلس به عنوان مسئولان اجرا از طرف ملت انتخاب می کنه و مجلس رئیس جمهور پیشنهاد می کنه. توجه فرمایید، رئیس جمهور پیشنهاد انتصاب نخست وزیر و وزرا عرض می شود با ایشان. اجازه بدید رئیس جمهور نخراوان، خیلی مهمه، اجازه بفرمایید، رئیس جمهور پیشنهاد میکنه و نخست وزیر رو، و نخست وزیر میره وزراش رو انتخاب میکنه و با تایید رئیس جمهور به مجلس میگن، مجلس به عنوان نماینده ملت میاد نسبت به صلاحیت اینها برای ایفای این وظیفه نظر میده. بنابراین مجلس به نمایندگی از ملت در این اعتماد به اینکه اینها مسئولان قابل اعتمادی هستند نقشی داشته. حالا یکی از وظایف مجلس شورای ملی و نمایندگان نظارت بر کار دولت و دستگاه‌های اجرایی است. این یکی از وظایف اونهاست. وقتی نخست وزیر یا وزیری متهم میشه به تخلف از وظایف، اولین جایی که باید به این رسیدگی بکند، حق داره و وظیفه داره به نمایندگی از ملت رسیدگی بکنه، مجلسه. مجلس باید
ببینه بر طبق وظیفه نظارتی که از جانب ملت بر کار دستگاه‌های اجرایی داره، آیا اینا واقعا از دید او تخلف کردن یا تخلف نکردن؟ حالا اجازه بفرمایید این رو عمل کنیم، بعد میایم راجع به رئیس جمهور. این رو ما اول روشن کنیم، بعد اون رو. نه ما نگفتیم کی اقامه دعوا کرده. ممکنه یک نماینده مجلس اقامه دعوا کرده باشه، ممکنه عوامل دیگر. بحث اینه که کسانی را که به عنوان مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا از طرف ملت به عنوان افراد مورد اعتماد برای قبول این مسئولیت ها رأی دادن و شناختن، وظیفه دارن این نمایندگان که بر کار اونها هم نظارت کنن، ببینن از این وظایفشون تخلف میکنن یا نمیکنن. این وظیفه نمایندگان. بنابراین وقتی که دولت، نخست وزیر یا وزرا متهم میشن، اولین جایی که باید این مسئله را رسیدگی بکنه به حکم وظیفه نمایندگی مجلس، و بعد از اینکه مجلس نظر خودش رو داد به اینکه اینها در مزان این اتهام هستند و مبرا نیستن از این اتهام، اون وقت یک مسئله قضایی پیش میاد و اون این است که این تخلفی که اینها دارن در حد بیکفایتی و ضعف کفایت و این حرفاست یا در حد خیانته. اگر اظهار نظر درباره این که این در حد خیانت و جرمه و کیفر این جرم چیه، این از وظایف مراجع قضایی است. بنابراین گفته شده است که پس از این که مجلس یک چنین نظری داد که باید پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی قضایی و اعلام رأی به جرم بودن و تعیین کیفر ارجاع بشه، به اونجا ارجاع میشه. این مال این که چرا روندش از نظر منطقی اینه. و اما همینطوری که آقایون گفتن، ما باید مسئله رو خیلی باز کنیم. چرا گفته می شود که حتما باید یک چنین مقدمه ای رو طی بکنه؟ یعنی رسیدگی مجلس منطقی است، منتهاش اون چیزی که مورد اعتراض دوستانه اینه که چرا ضرورت داشته باشه؟ یک مسئله قضایی است و باید دادگاه رأساً هم بتونه اقدام کنه. همونی که آقای موسوی هم گفتن من اینو میپذیرم. نه، این اصل مخالف اوست. چرا گفتن در مورد اینها دادگاه رأساً این کارا نکنه و بگذاره بعد از انجام این واجب سیاسی، یک واجب سیاسی داشتیم یک واجب قضایی، چرا گفتن که این واجب قضایی بعد از انجام این واجب سیاسی باشه؟ برای اینکه مملکت وقتی مسئولیت اجرایی امورش بر عهده اشخاصی است، اگر این اشخاص بخواهن مثل افراد معمولی هر روز به دادگاه کشنده بشن به خاطر تخلف از وظایفشون، یک وقت از مسئله بعدی است، یعنی جرائم عادی است، اون اصل بعدیه. اگر بخواهند به خاطر ادعای تخلف از وظایف قانونیشون هر روز به دادگاه کشنده بشن، دستگاه اجرایی دچار تزلزل معمولن. بنابراین گفته می شود که اول اون واجب سیاسی انجام بگیره و این واجب قضایی بعد از او باشه. این اصل مسئله است. حالا یا این است که با این استدلال هایی که میشه مورد پذیرش دوستان هست، خب رأی مثبت میدن. آقای دکتر باونت جواب میدن. حقوق مسئله مجلس شورای ملی رأی تمایل داده است به نخست وزیر، پس در حد رأی تمایل میتواند کار بکند. رأی اعتماد داده، رأی تمایل اونجا نمیشه خوندیم دیگه. دو تا نامزد میکند و مجلس رأی تمایل میدهد و رئیس جمهور فرمان صادر میکند. این اصله. این میتواند دو کار بکنه مجلس شورای ملی، یا استیضاء بکنه یا رأی عدم اعتماد بده، ولی جنبه قضایی داشته باشه. مجلس شورای ملی جنبه قضایی نمیتونه داشته باشه.
در مقابل رأی اعتماد یا رأی تمایل هر کدام شما بگید یا میتواند استیضا بکنه یا رأی عدم اعتماد بده ولی نمیتواند محاکمه کنه. آقای طاهری گرگانی، آقای طاهری گرگانی سوالتون رو بفرمایید. اجازه بدید نوبت شما میرسه. آقای طاهری اول نوبت کرد. عرض منم شبیه به همین اشکال آیونه. راجع به نخست وزیر و وزرا، یک جهت همون مسئولیت، یک جهت در معرض افکار عمومی قرار دادنه که مردم اگر چنانچه دیدن یه همچه اتهامی رو بی خود میخوان وارد کنن دفاع. اگر واقعا اتهام ثابت پشت پرده نمانه مردم مطلع بشن. ولی اینها تمام این بیانات اقتضا میکنه که مجلس حق رسیدگی داشته باشه. اما اینکه دادگاه و مراجع قضایی حتما باید از این کانال پرونده رو تشکیل بدن و اگر اکثریت رأی داد این مبنا نداره. مسئله استیضاح که اصل 109 توجه فرمودن همیشه لازم نیست که نتیجه اتهام ای باشه که یک وزیری از وزارت بیفته یا مجازاتش این باشه که از وزارت بیفته و یا اون که طریق از وزارت افتادنش این باشه که از راه استیضاح وارد بشه. یک راهش استیضاحه، یک راهش هم این که رسیدگی میکنه اگر زمینه طوری هست که قابل ارجاع هست. میگم اگر زمینه طوری هست که قابل ارجاع به دادگاه، این در واقع مجلس فقط برای این بررسی میکنه ببین آیا یه شایعه است، آیا یک اتهام صرفه، یا اون که نه یه زمینه ای هست که این زمینه قابلی هست که به دادگاه ارجاع بشه. پس برای این منظور هست دیگه. اما رأی دادگاه چی باشه؟ ممکنه اخراج باشه، ممکنه زندان باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. پس همیشه لازم نیست که یا استیضاح و اخراج یا مثلا رأی عدم اعتماد، ممکنه چیز دیگه باشه. بنابراین در صورتی که به صورتی متهم شده ولی مجلس رسیدگی میکنه. ببینید آقا اجازه بفرمایید باز بحث ها همینطور بدون نوبت شد و این تا غروب هم باشیم همینطوره. آقای دکتر قطوری شما مطلب تازه‌ای دارید بفرمایید. این جواب ها اصلا ارتباطی با اصل موضوع نداره، مثل که آقایون همینطوری صحبت میخوان میکنن. اتهام که میگن در اصطلاح حقوقی معنیش اینه که یکی پشت سر یکی حرف بزنه، مثل که پشت سر شما حرف میزنن. اتهام معنیش اینه که یک دلایل مستندی وجود داشته باشه، قابل رجوع به محکمه باشه. اون وقت اینجا من سوالم اینه که این که متهم شده کی این اتهام رو داده؟ حتما به دستگاه قضایی مراجعه کرده یا اینکه وکلای چیزی دارن؟ بالاخره این یه اتهام شایع سازی که شما میگید شایع شایع باشه، اینا نمیگن اتهام. این است که اصل مسئله این است که این اتهام وارد است یا نه. این اصل قضایی شما معنی قضات تحقیق رو که میدونید. اینا برای همین هستن که ببینن این اتهام وارد است یا نه، تا بعد بره محکمه و دادستان رو که رأی به تحقیق بده. اینا همه مسئله حقوقی همه رو شما دادید به مجلس. بنابراین این سوال اینه و بعدم محکمه گفتیم به جای دیوان عالی، محکمه همونطور صالحه که بذارید. پس اصل مسئله سر این است که اتهام قضاییه نه اتهام شایع سازی. و دوم کار قضات تحقیق رو دادید اون. سوم که از همه مهمتره، اگر آمد اکثریت رأی نداد و دیوان عالی کشور دلایل زیادی داره، یعنی این متهم است از نظر قضایی، حالا همجوری ولش کنه؟ اینا رو جواب بدید آقا. حاشیه پردازی که درد نمی‌خوره. خانم گرجی، خانم گرجی، اگه خود مجلس مثلا این اتهام وارد بکنه، یعنی خود مجلس شاکی باشه، بازم خودش به پروندهش برسه. این همینا که وارده که آیا مجلس صلاحیت این کارو داره؟ این درست نسبت از قضیه همین نیست. پس که یک تقیه شما بنویسید، سوالات رو بفرمایید. پاسخ کوتاهی که میتونم بعد شما میتونید چیز کنید، پاسخ کوتاهی که در زمینه اتهام میتونم بدم، آیا همه کسانی رو که تعقیب میکنند قبلا پرونده اینها تکمیل شده و جرمشون مسلم شده و تهمت وارد شده بعد تعقیبشون میکنند یا نه؟ کسانی با همینقدر در مظنه یک نوع خیانتی یا جرمی قرار میگیرند میان تعقیبشون میکنن. ما میخواییم بگیم همون مسئلهی که باعث تعقیب میشه همون مسئله رو باید مجلس اول رسیدگی بکنه. اگه صلاحیت دید که یعنی زمینه طوری هست که قابل تعقیبه بعد تعقیب میشه،
عبارت هم اینه. آقای یزدی اجازه بدید باز مباحثه شد. مختصر ماست. تکرار می‌کنم جواب داده نشد. عبارت مجلس تعیین موضوع می‌کنه و دادگاه هم حکم می‌گه دو تا مخلوط کردن. آقای باهنر اجازه بدید ربانی. آقای ربانی اجازه فرمایید. آقای کرمی چقدر اگر شما میگویید که نخست وزیر و وزیر شأنشون جلیل است و اینها نبایستی هر کس از اونها شکایت بکند، دیگه اینجا اکثریت مجلس چه ربطی دارد؟ لو فرض مجلس 300 نفر است، 151 رأی ندادن، 150 تا رأی دادن، این اتهام ثابت نمیشه بر خاطر این بدون آدم؟ بگید دلایل قضایی توی 150 تا شاهد بره. یه دونه شون نباشد فرزن. حالا توضیح آقای دیگه باقی نه ما در اینا مطلب نیست آقا، مطلب دادگاه هست بره. این بایستی پرونده اش به دادگاه بره، محکوم هست محکوم نیست. مجلس چه ارزشی داره؟ که عرض میکنم اگر این حق رو برای مجلس قائل شدیم که رسیدگی به اتهام نخست وزیر و وزرا توسط مجلس انجام شود، معنای این حق اینه که اکثریت نظرش مورد تایید باشه و اثر بکنه. یه وقت ما میگویم ها پس همون، پس شما اصل حق رو قائل نیستید. اگر این حق رو تونستیم به مجلس بدیم، مسئله 151 نفر و 149 نفرش حل خواهد شد، برای اینکه طبعا هر نظری یعنی هر حقی که به مجلس ارجاع شد بایستی اکثریت روش نظر بدن تا بتوانیم این مسئله رو ترتیب اثر بدیم. اجازه فرمایید نوبت شماست، بفرمایید. آیا در اگر چنانچه تشخیص داد پرونده به دیوان عالی کشور باید بره، در این مدتی که پرونده در دیوان عالی کشوره 5 ماه 1 سال بیشتر کمتر، آیا مجلس شورای ملی با دولتی که متهم است به این که توطئه علیه امنیت کشور یا علیه رژیم کشور میخواسته بکنه باید کار بکنه؟ پاسخ اگر فرض کردیم مسئله ارجاع به مجلس هم نبود و مستقیما گفتیم به دیوان عالی کشور مراجعه بشه و اطلاع پیدا کرد مجلس که وزیری متهم است و پرونده‌اش در دیوان عالی کشور مطرحه، چه کار باید کرد؟ همون پاسخی که اون موقع میدید حالا بدید. جواب ندادن. بسیار مباحثه نکنیم. جناب عالی چیزی رو میفرمایید، یا جوابتون رو دریافت میکنید یا جواب دریافت نمیشید. اجازه بفرمایید منم جواب ندم، چون واقعا وقت جلسه مون مثل جلسه بحث میشه. آقای جوادی تشریف دارید؟ شما آقای جوادی بفرمایید. اینجا سه مسئله است که بعضی با هم مخلوط شد. یکی مسئله ارتباط مجلس با نخست وزیر و وزیران است، از لحاظ عزب و نصب استیزا این بحث گذشت، مسئله سیاسی است جاش اینجا گذشت، اون بعد یه اصل جدایی استیزا میکند یا نمیکند، کابینه رو ساقط میکند یا نمیکند، رأی اعتماد میدهد یا نمیدهد، یه اصل جدا گذشت. یکی مسئله این که باید از راه مجلس بگذرد یا نه، شبهه و توهم مسئولیتی است که احتمال خلاف شرع بود که قبلا هم داده شد. در ذیل این اصل آمده که بعد از ثبوت جو تابع قوانین عمومی است، در برابر حق همه مساوی هم. چه رئیس جمهور، چه نخست وزیر، چه وزیران، الناس و امام حق سوا. این در مقدمه رسیدگی به یک مسئله قضایی است و این هم دو قسم است، یا حق الله است یا حق الناس. اگر حق الله است که از این مسئله بیرون است، اگر حق الناس است خود مردم در اصل حق می توانند ببخشند و می توانند کانال تحقیق حق را هم مشخص کنند. اون روز هم خیال کردید مسئولیت پارلمانی خلاف شرع است، امروز هم تکرار کرد. این در اصل حق هیچ تفاوتی بین نخست وزیر و وزیران و دیگر افراد نیست. مقدمه رسیدگی در حق الناس، خود مردم می توانند بگویند که مصلحت را ما اینچنین تشخیص می دیم که نماینده های ما مقدمات رسیدگی
به تهمت که اول وهم است بعد میشه تحقیق. جناب غفوری اول تهمت است، اول سند نیست، اول وهم است بعد که تحقیق شد میشه جرم. بنابراین مسئله یه مطلبی که فرمودید او رو باید همه جواب بدن، اون مطلبی است شده که وارد. مسئله استیزا و عصم استیزا از بحث بیرون. مسئله مسئولیت در مقدمه تحقیق است، اینم حق الناس است. مردم به نماینده هاشون میگوین که شما از طرف ما مجازید که راه تحقیق را از این قرار بدونید. درسته، این میمونه یه مسئله که شما فرمودید. این انحصار در این شما اجازه بفرمایید. انحصار در این اون مسئله که ایشون فرمودن و باید جواب داده بشه اینه که اگر این مقدمه این راه را طی نکرد یا کمکاری کرد به دیوان عالی کشور رسیدگی کرد راش چیه؟ این رو با جواب اولی جوابی دارید به این؟ بخیر این مسئله این هم آقا اجازه بفرمایید. جواب بکنید این قضیه یا حذفش بکنید اینجا یا با جواب بدید به ساعتت مجلس یا روشن بشه یا از این اصل بزنید. خب حالا اجازه بفرمایید آقای کرمی. توجه بفرمایید آقای جوادی فرمودن که این حق الناس است و اکثریت مجلس اینها که میتوانند حق کلیه مردم را از بین ببرند. آقای جوادی اجازه بفرمایید. پاسخی که در این زمینه دارم اینی که همونطور که ما برای رسیدگی های دادگاه یک مقدماتی قائل میشیم و عده‌ای رو به عنوان ضابط که از این مسیر خاص اگر رفت بعد میتوانیم اینها رو طرح کنیم در دادگاه، میشود گفت که خیانت این عده در این شرایط طریقش اینه. اگر از این طریق رفت و این طریق تصویب کرد روش به اساس صحه گذاشت به دادگاه ارجاع میشه، اما اگر از این طریق طی نشد به دادگاه ارجاع نمیشه. آقای فاتحی شما اجازه بفرمایید. دو سه نفر دیگه هستن دیگه بستم لیست رو. آقای فاتحی شما مطلب تازه ای دارید یا همینه؟ شاید که در اصل قبلا مورد بررسی قرار گرفته تصویب شد، ما وقتی که رئیس جمهور را خواستیم عرض کنیم به دو طریق بود، جرائم را تقسیم کردیم به جرائم سیاسی و غیر سیاسی. من نظر داریم که مجلس را نمایندگان ملت دانستیم برای عرض رئیس جمهور از نظر سیاسی گفتیم باید مجلس به تنهایی اگر نظر بده کافی است، ولذا به این طریق گفتیم که گفتیم پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس ملی به عدم کفایت، یعنی همون رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی او کافی بود برای عزلش. و اما در اینجا ما علاوه بر این که مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی او داده، فرض این است که این جرائم سیاسیه و مجلس هم نمایندگی در از طرف ملت، باز مجددن حکم را ارجاع کردیم به دادگاه به دیوان عالی کشور. ولی این نداره دیگه و خود همون مجلس هم ارجاعش دیگه دوباره مزیده، یعنی ما او را مقامش را بالاتر از رئیس جمهور قرارش دادیم. بحث این که اونجا بحث عزل بود و اینجا بحث عزل نیست، بحث یک خیانتی است که یک نوع محکومیتی خواهد داشت. پس اجازه بدین بقیه و دوم آقای فاتحی بله و ثانیاً اینجا سیاسی چرا میفرمایید؟ و اینجا ثانیاً اینکه مرد سیاسی مربوط به نمایندگان مجلس بحث سیاسی رو باید دست بسیار و ثانیاً اینجا رأی میدهد مجلس به این که قابل طرح در دیوان عالی کشوره و رأی به عزل یا رأی عدم اعتماد نمیده. فقط اجازه بدید من اینم باز تکمیل کنم. آقای فاتحی اونجا نه هنوز مونده، اونجا مسئله رأی به عدم کفایت بود، تشخیص این که این دیگه کاردانی و کارائیش ضعیفه. اجازه بفرمایید آقا، اصولا بحث خیانت و جرم و اتهام نبود. اونی که ما در اونجا گفتیم اینه که اگر رئیس جمهور از باب تخلف از وظایف قانونیش قرار کنار بره باید دیوان عالی کشور رأی بده. پس دقت کنید، یعنی همونی که اینجا گفتیم بره مجلس،
اونجا نگفتیم بره مجلس، اونجا گفتیم بره به دادگاه. و اونی که دیدید اونجا به مجلس مربوط میشه اصلا اینجا مطرح نیست. توی این اصل 115 اون شق دیگر اون اصل اصلا مطرح نیست. اون شق این است که مجلس تشخیص میده این آدم لایقی نیست. عدم لیاقت و ضعف لیاقت هیچ ارتباطی به مورد اصل 115 یا اصل 116 نداره. اینه که او رو اینجا مقایسه نفرمایید. بله. آقای هاشمی نژاد. اون دو شکلش ذکر کرد. همون موضوع شق دادگاهیش و موضوع مجلسش هر دو ذکر کرد. ما هم بی توجهی کردید آقای کرمی. ایشون میگوین اونجا گفتید مجلس نظرش قاطعه، چرا اینجا گفتید نظر مجلس قاطع نیست؟ من پاسخ این رو دادم. آقای هاشمی نژاد، در خود از که جای تردید نیست، مجلس خیلی روشن، مجلس در واقع کسی رو انتخاب کرده، باید دفاعی از حیثیت خودش بکنه و از حیثیت نخست وزیرش تا بتونه تو مملکت کار بکنه و این با هیچ اصل اسلامی هم منافاتی نداره و تبعیض هم نیست و درست اکثریت هم باید قانع بشه که این قابل تعقیب، چون اکثریت انتخابش کرده. ولی فقط دو تا پیشنهاد دارم و اون اینه، همونطوری که در رسیدگی به پرونده برای اینکه احتمال توطئه از بین بره این کانال رو قرار دادید، کیفیت رسیدگیش هم باید طوری بشه که باز به اعتبار این لطمه وارد نشه. بنابراین یا این پیشنهاد به رأی گذاشته بشه که مجلس یه تعداد رو، اکثریت، یه چند نفر رو انتخاب بکنه که اونا بررسی بکنن، یا اگر بناس خود مجلس بررسی بکنید در جلسه خصوصی باشه مقید بکنید.